ما سه نوع تخریب داریم بچه ها. تخریب ما یا تخریب های مرکزی هست که ساختار مرکزی خودمون استراج شده، دندون دچار تخریب شده، یا تخریب های محیطی هست یا تخریب های کامباین هست، یعنی هم دندون تخریب مرکزی داره و هم دندون تخریب محیطی داره. اگر شما تخریب های محیطی یا تخریب های پریفرال داشته باشید، یعنی دیوارهای باکال و لینگال معمولا تخریب زیادی شده باشن، حتی اگر دندان قسمت مرکزی دندان تخریب نشده باشه و حتی اگر پالپ هم تخریب نکرده باشه، چون توی دیوارهای اگزل معمولا اتفاق میفته، معمولا رخ میده، نیاز به فول کران داره. به خاطر اینکه وسعت زیادی از مینا معمولا تخریب شده، تخریب‌های محیطی، تخریب‌های پریفرال حتی در صورت عدم درگیری پالپ نیازمند کران هستن. اگر شما یه تخریب مرکزی دارید، اگر شما یه تخریب یک زاویه بزرگ در حقیقت مرکزی دارید که قسمت عمودی از مینای شما رو آندرماین کرده، شما میتونید دقیقاً اونو با استفاده از یک کور آمالگام دقیقاً اون تخریب رو بازسازی کنید و به دنبال اون دقیقاً کران برای دندان بیاد قرار بگیرید. پس در تخریب های محیطی با مرسوب فول کران، توی تخریب های مرکزی، در تخریب های مرکزی وقتی که زاویه شما بزرگ باشه و قسمتی از عمودی از مینا آندرماین شده باشه، شما با کور آمالگام دقیقاً بیلداپش رو انجام میدید، بعدش بر روش دونه کران میذارید. اما اگر زاویه تخریب مرکزی کوچیک‌تر باشه، به جایی که شما بیاید یه همچین کار سنگین‌تری انجام بدید، معمولا از یه اونده امولی با در حقیقت تخریب خیلی کمتر بیاید استفاده میکنید. پس تخریب مرکزی کوچکتر، آنلی امودی، تخریب مرکزی بزرگتر، درمان جایگزینی با خود به همراه کرامیت معمولا انجام میشه. کمترین درمان برای دندان اندوشده خلفی درمان آنلی امودیه. پس اگر به شما گفتن که حداقل درمانی که برای یک دندان اندوشده خلفی انجام میدهیم چیست، یه باید آنلی امودیه.